بسم الله الرحمن الرحیم سلام میکنم به دانش آموزان عزیزم خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم امروز بحث مورک ها رو میگیم دستبندی مورک حالا پیوسته منفضا ناپیوسته با تمام نکاتش ریز بریز من کلمات حتی کتابتون تو توضیح میدم و دیگه هر, چان هر آنچه که نکته داشته باشه بهتون میگم یه نکته اینجا بهتون میگم اگر میبینید من گاهی مثلا یکم تون تدریس میکنم به خاطر اینکه میخوام تو این زمان محدودمون تا جایی که جا داره بیشترین نکات رو بهتون بگم برای همین یه به بزرگی خودتون ببخشید و شما سعی کنید که حداقل هر حد کیو چند بار گوش کنید که از نکات استفاده کنید بریم سراغ متن مویرک ها متن رو بخونیم اینم دارم من سخرک های کوچیک به مویرک های منتهی میشن که کوچکترین رگ های بدن هستند تبادل مواد بین خون و یافته بدن در این رگ ها انجام میشن بچه اصلا واسطه این موی این سخ ها حالا بحث پمپاژی بهتون کردیم گفتیم دیگه این آورت خون تمیز غنی از اکسیژن و اینی که میخوای به همه سلولها بدیم میاره 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 تا برسونیم به موی رگ این واسطه هستن که این اینا میارن که حالا با سلول های ما تبادل کنن یعنی او اینا رو بدن از اون سودو او رو بگیرن اوره بگیرن غذا بهشون بدن ویتامین بدن یه نکته هم بهتون بگم بچه ها. خون و سلول ها به صورت مستقیم با هم تبادل نمی کنن ها. یعنی مویرک با سلول مستقیم نیست این وسط دوباره یه واسطه داریم کیه مایه بین سلولی؟ یعنی مویرک اکسیژن مثلا خونشو میرزه تو مایه بین سلولی مایه سلولی میده به سلول سلول رو میده تو مایه بین سلولی از مایه بین سلولی میاد تو مویرک یعنی اینجا این واسطه شکل میگیره ادامه بدیم متنو. دیوارهای نازک و جریان خون کند امکان تبادل مناسب مواد رو در مویرک فراهم میکنه این ویژگی دیگه چرا میگه دیوارهای نازک؟ بخواهیم که بچه مویرک ها از یک سنگ‌فرشی تکلایه تشکیل شدن به علاوه یه قشای پای دورش یه نکته درجه که تصویت بگم همین الان بریمیس بریمیس الان همه مینیمیسی همه بافت‌های پوششی اما همشون. همه بافت پوششی بچه فاقد ماده زمینه ای هم. نوشتی الان همه بافتای پوششی فاقد ماده زمینه اینه آقا این مثلا به چه دردی میخوره؟ الان همین نکته با این دیواره کار دارم در دیواره مویرگ مثلا تو یه تصمیم کدام که گزینه درست یه گزینه اینه دیوار در دیواره مویرگ ماده زمینی وجود نداره جمله درسته دیواره چون یک سنگفرشی تگلا تگلایس و در بافتای پوششی مثلا کیسه هوبکی هوبکامون هم یه سنگ فرشی تگلای بودن یادتونه اونم یه قشای پایه دورش که یه جاهایی این هوبکه با مویرگ گفتم قشای پایه‌شون در جای بسیار متعدد مشترک شد. اینا پس, در... پس بدونید در بافت های پوششی ما ماده زمینه ای نداریم در اطور دیواره دوباره اینو دیدم یه نکته دیگه هم بهتون بگم یه بحثی بهتون گفته بودیم تسلیب شراین یاتونه یا برای دیواره مورک آقا صدق میکنه و شراین چی بود؟ اول بگم واجش که معنی بکنم ولی تو ذهن دید نگه این کجا آمده تسلوب بچه به سخت شدن هست شراین به شریان شنیدی شریان های خونی. یعنی سخت شدن این شریان ها آها آه من خب روی این صحبت کنم این شریان ها منظور کیان موی ها نه سیاه ها نه اونجا که روزه سرخ رگار رو خونده بودم برای همین بود یادتونه تو چربی بچا لیپوپروتئین ها بودن LDL و اچ دی ال سرولش بیشتر بود گفتم میره در دیواره کی سخرک ها رو رسوب میکنه و ایجاد. این ایجاد رو بچه‌هاش میگن شرایط یعنی اینکه این سخت میکنه دیواره رو و این سخت کردنه مخصوص موی رگ نیست مخصوص سیاه رگ نیست مخصوص سرخ یه نکته بهتون بگم من یه قلق تستی معمولا یه کلمه مزخرف هم خودم گوشتم روش اس گذاشتم بهش میگم کلمه ترادف یعنی چی آقا اینقدر اسمش هم مسخره است که همیشه تو ذهنت میمونه کلمه ترادف یعنی چی یعنی میگم آقا یه سر از این تستا رو نیازی نیست تو تا تهش بخونی همون تیکه اولش کلمه جفت بد بشه تو زیست اینجوریه کلمه بعد جفت بشه مثلا من توی یه تستی ببینم اینجوری نوشته باشه بگه تسالب شرایین در سیاه های پا فلان ادامه داده من خط میکشم روی این جمله میگم غلطه تسالب شرایین اصلا نداریم تو سیاهرک پس نمیخونم ادامهش ببین جفت نشد فهمیدین این داستانش همینه یاد بگی که تسالب شرایین برای دیواره مورک نیست برای سیاهرک نیست اینم بازم اینم بهتون بگم بازم چون حیف میاد اینو نگفته باشم بدونید خوبه تصالح بشه این بچه واژه پزشکیش اصطلاحا میشه آترو اسکل روزیس یا آترو اسکل روزم بهش میگن این حالا خوبه بدونید ادامه بدیم تا اینجا اومدیم در این حال مویرک ها شبکه وسیع در بافت ها ایجاد میکنن که به طوری که فاصله بیشتر یاختهای بدن تا مویرک حدود 200 میلی لیتر میلی میکنن 20 میکرومتر است یعنی فاصله شون خیلی کمه که راحت میتونن این تبادله رو انجام بده یا تو بحث برای حشرات میگفتیم نایدیسی میخواستن برای گازها رو تبادل کنن او دو بدن سو او دو, او دو اونجا چقدر فاصله نزدیک بود آقا اینجا منظور از این حرف چیه میخوای بگی اینو اینو گفتم برای اینکه بدونید بچه ها کسی میتونه راحت تبادل کنه که قشن بین سلول ها باشه این هم داره بهتون میگه برای اینه 20 میکرومتر فاصله شه یعنی فاصله خیلی کمه تا سلول ها سلول ها راحت تبادل میکنن تبادلشون هم مستقیم نیست مایه بین سلولی اونجا هست میدن به مایع بین سلولی مایع بین سلولی با مویرکا صحبت میکنه ادامه بدیم این فاصله کم مبادله سری مولکول ها رو از طریق انتشار اینجا برای خود دیگه عشان الان خط میکشی انتشار دیگه روزهاش خودت ادامه بده دیگه بدون صرف ATP بدون تولید ADP بدون مصرف یا مثلا بدون آزاد شدن فسفات همه اینا بدون صرف انرژی و اینا خودت دیگه میدونی پس کاری که میکنه این تبادله از طریق انتشار ادامه بدیم دیوارای مورکا فقط یک لایه یاخته پوششی سنگفشی تک لایه همینجا الان سری بار خود بنویس ساخته شده و ماهیچه صاف ندارد بله در دیواره مورکا بچه ماهیچه صاف نداریم اما یا اما بهتون گفته بودم بچه یک سری مورکا بعضی از مورکا ابتداشون یه ماهیچه صاف حلقوی دارن آقا مثل کی مثل مورکای روده که بهتون گفته بودم بهش میگفتیم چی؟ بندارای مویرگی اینو یاد باشه ما در دیوارش مایکروسافت نداریم غیر این هم نیست قطعا جمله درسته اما ابتداشون بعض از مورگ ها دارن که بهش میگی بندارای مورگی مثالش هم بهتون گفتم مورگ روده ادامه بدیم لبه یاخته پهن و نازک روی هم قرار میگیرن و در همان قسمت منافذی به وجود میان که عبور مواد را امکان پذیر می این منافذی که رو مورک ها وجود داره علت تشکیلش رو بچه اینجا بهت داره میگه لبه یاخته های پهنو رو هم قرار میگیرم ایجاد منفذ میکنه حالا بر اساس بچه ها این وجود این منفذ و بر اساس این نفوذ پذیریه میاد مویلکار رو به سه دسته تقسیم میکنیم که دیگه نکات تسی و روز اصلی ما اونجاست متن رو ادامه بدم اندازه و تعداد این منافذ در بافت‌های مختلف بسیار متفاوت است مثلا مویرک های مغز ممکن است هیچ منفذی نداشته باشد حال اینکه در مویرک های جگر و تحال منافذ بسیار بزرگی است که مولکول‌های دروش میتوان از آنها بگذارند در تو های مغز بهتون بگم بچا این ویژگی که فاقد منفذه یعنی منفذی وجود نداره در مویرک های مغز ما ان به امید خود سال دیگه که میرید 11 یه فصل پنجممون فصل پنجممون دستگاه ایمنیه و حالا صحبت میکنیم رو بحث ایمنی و دفاع بدن فصل اولمون در رابطه دستگاه عصبی ساختار دستگاه عصبی تو بحث مغز ما اونجا میگیم که آقا ما چجوری جوری از این مغز دفاع میکنیم محافظت ازش بکنیم دیگه خیلی اذیت نشه یکی از کارهایی که مغز برای دفاع از خودش انجام میده همینه به این میگیم مثلا صد بار خود بنویس اینجا اینکه مورک های مغز داره صد خونی مغزی سال آینده میخونی صد خونی مغزی بچه دقیقا روزش همینه یعنی مورک هاش فاقد منفزن در این کمک میکنه هر موادی نی نیاد بره تو مغز یعنی مغزت مثلا ویروس بگیره اینجوری نمیذاره بشه. ادامه روزمون کجا بود؟ آها سطح بیرونی مورک ها را قشای پایه احاطه می و نوعی صافی مولکولی برای محدود کردن عبور مولکول های بسیار دروش به وجود آورده بر این اساس مورک ها در سه گروه طبقه بندی روزه در تو با این صافی مولکولی و قشای پایه هم که گفت من دونه دونه رو هر کدومش براتون خواهم گفت اما بریم حالا این سه دسته مورکمون مورک های پیوسته یاخت های بافت پوششی با هم دیگر ارتباط تنگاتنگ دارند در ماهیچه ها ها بافت چربی دستگاه اصلاحی مرکزی دستگاه مرکزی کیو داره میگه مغز نخا این دو نفر یافت می شود که ورود و خروج مواد در آنها به شدت تنظیم می شود یه نکته هم بگم اینم باره 47 8 سال دیگه تو ذهنت بمونه بچا وقتی میگن دستگاه عصبی مرکزی یعنی مغز و نخا وقتی میگیم مغز نه فقط مخ اینو یاد بگیر کل ساختار مغز یعنی مخ مخچه ساقه مغز اینا خیلی مهمه یعنی آقا میگی مثلا میگی ساقه مغز کیو داره میگی مثلا و نخا جزء ساقه مغزه پل مغزی جزء ساقه مغزه اینو یاد بگیر کل مویرک های کلشو داره بهت میگه که از نوع پیوسته هستن ورد و خروج اونها به شدت تنظیم میشن بعدا میریم رو پای تخته من نکات تستی همه اینا رو براتون اونجا نموداری درجه یک نوشتم مویرک منفذ دار در کلیه ها قدرت درون ریز و روده وجود دارد قدرت درون ریز بچا ان شاء الله سال فصل چهارمون بحث و هورمون هست قدرت در اون روز کارایشون هورموناشون اینا رو من میخونیم مثلا تیروئید مثلا قدرت فوق کلیوی و اینا که ان شاء الله سال آینده میخوریم اونها مورگاشون منفذ دارن کلیار هم که میشناسید پارسال فصل پارسال که نه امسال راستی شما دهمین ده امسال فصل پنجم میریم سراغ کلیه ها روزاشو براتون میخونم در رابطه روده یه نکته همین الان ترکیب کن مویرگاش چی ان منفذ دارن با ویژگی پای تخته براتون نوشتم یاد میگیری مویرگش منفذ داره با این ویژگی ها دو زمنن بهتون گفتم بعضی از مورک ابتداشون ماهیچه صاف حلقوی دارن بنداره مورگی پس این بزرگوار کو این بنداره مورگی هم داره مورگش هم منفذ داره یاد بیمونه دیگه این با داشتن منافذ زیاد در قشه های پوششی همراه با قشای پایه پای زخیم زیر زخیم هم خط بکش مشخص می که در آن لایه پروتئین و مولکول‌های مولکول دروش رو محدود می کند. من توضیح رو پای تخته بهتون میدم. مورکای ناپیوسته در مغز استخوان جگر تحالی یافت می شود. فاصله یاخته بافت پوششی در این مورکا انقدر زیاد است که به صورت حفرایی در دیواره مورک دیده می شوند. شکل بزرگوارش هم اینجا هست که شما ها این پیوسته هست این منفذدار هست این ناپیوسته هست که می بینید قشاپایش ناقصه حفرار رو می بینین. و اینجا این دوست خوبم اونجا ببینید که بعدا رو تخته به چیه شکاف بین یاخته ببین اینه به این میگیم شکاف بنیاخته اید نگاش کردی شکل رو دیدی الان حدودا بیا با من پای تخته توضیح اصلی ها رو تستی بهتون بدم اول اینو همین الان بر خود بنویس البته بچه اینو بهتون بگم سه تا دسته مون من پیوسته رو براتون نوشتم من رو براتون نوشتم نا پیوسته دیگه جا نبود یعنی باید این پای ماینا بنوشید. نمیشود این دوتا رو بنویسید تو بیا بریم بیایم چیه اونجوری من براتون دوباره این ناپیوسته می رو می‌نویسم ولی این دو رو اول توضیح بدم بعد بریم سراغ ناپیوسته پیوسته ویژگیایی که می‌خوای به خصوص برای تستا چیاست؟ یک بدون یاخته‌های های تگلاش تگراش با هم ارتباط تنگاتنگی دارن چسبیدن به هم این یک دو فاقد منفذه یادت میمونه فاقد من سه قشای پایش کامله قشای پایه کامل داره آقا قشای پای کامل داره کجا به توضیح میدم برسیم به ناپیوسته اونجا الان بدون که قشای پای این کامله دارای شکاف های بنیاخته ای روی وافته پوشی شکاف های بنیاخته ای هم بد نشون دادم بله دارای شکاف بنیاخته ای هم هست این یکی از ویژگی های مورک های پیوسته است نفوس پذیریش بسیار کمه اگه بفهمی خیلی زرنگی چرا آقا نفوذ پذیریش بسیار کمه بد گفتم دیگه فاقد منفذه وقتی فاقد منفذه نفوذ پذیریش خیلی کمه هر کسی نمیتونه بیاد تو اینه که برای همین نفوذپذیریش بسیار کمه بچه این قید بسیارم کار دارم ما. چون اینجا میبینیم که مثلا منفذدار نفوذ نفوذپذیریش کمه ولی این بسیار کمه ادامه بدیم ویژگی بعدیش بیشترین کنترل برای ورود خروج مواد انجام میشه بچه بین این سه تا مویرگ های پیوسته به شدت این ورود خروج تنظیم میشه کنترل میشه نمیده خیلی تن... یعنی گشتش خیلی این گشت چی میگن جلو ماشینا رو میگیرن چراغ میندازن این اون این خیلی دیگه قویان ورود میکروب ها بسیار سخت معمولا نمیشود این خیلی مهمه با این کار دارم بچه مورکای های پیوسته ورود میکروب به اون مورکای پیوسته خیلی سخته خیلی سخته به اینکه بهتون گفتن نفوس وزیریش بسیار کمه میکروب پدرش در میاد که بخواد بره تو و نمیشه معمولا اما این قیده رو با چی گذاشتم برای تو اینجا بدونید قیدش معمولنه معمولا ها نمیتونن واردش بشن چون بسیار سخت ورود به مورک های پیوسته ولی گاهی اندک ها خیلی کم ممکنه میکروب رد بشه این قیدش هم بهت گفتم که بدونی یعنی امکانش هست اگه تو تست جای دیده بگه همواره مثلا قید قطعی به داد که از مورک های میکروب عبور نمیکنه این غلطه قید همواره و قطعی نداریم ولی باید بگه معمولا اکثرا اینجوری کیا مویرگ پیوسته دارن ماهیچه ها شش ها بافت چربی مغز و نخواه که میشه دستگاه عصبی مرکزی در تو مغز بهتون گفتم دیگه کل مغز مخ مخچه ساقه مغز همش اما این خیلی خوبه کدوم مواد حالا میتونن از این مویرگ های پیوسته عبور کنن کیا میتونن رد برخود بر خود حتما اینو داشت 2 او 2 اوره او یا آب گلوکوز و ویتامین ها اینا میتونن بچه ها رد شن این خیلی مهم بود منفزدار منفزدار ها چه ویژگی هایی دارن دارای شکاف بنیاختهی هم که بهتون نشون دادن بوشه پس بچه ها مورک های منفزدار هم این مورک های ببسته شکاف ای رو دارن قشای پایه اینام هم کامله این هم خیلی مهمه قشای پایه کامل کامله رو ناپیوسته بهتون میگم داستان حال کامل اینا رو منافذ زیادی دارن. اینم یکی از قشای پایه زخیمی هم دارن این اصلا قرمز نمیشتم چون میخوام روش صحبت کنم یا الان میشه من قشای پایه جنسش یه. اینجوری هم بهتون بگم قشای پایه جنسش چیه؟ پروتئین و گلیکوپروتین یاده الان تو منفذ داره بچه هم میگیم پروتئینشون ق... یعنی این قشای پایشون زخیمه حالا فهمیدی زخیمه این لایه پروتئینی با این کار دارن اینو فهمید الان قشای پایه زخیمه میدونی که قشای پای جنسش پروتئین و گلیکوپروتئینه تا اینجا قبوله حالا این ویژگیش لایه پروتئینی قشای پایه بچا عبور مولکول‌های دروش دروش رو گفتم خیلی درجه گفت عبور مولکول‌های دروش رو محدود می‌کنه فهمیدی چی شد بعد بعضی از بچا این متن رو که می‌خونن یهو میگه که این لایه پروتئینی بیا میمونه میگه خدایا مثلا مویرک کلا یه سنگ بشه بود یه پای لایه پروتئینی کجا اومد خب پسر خوب ما داره میگیم قشای پایش زخیمه زمنن قشای پای خودش چیه؟ گلیکو پروتئین و پروتئین پروتئین های این قشای پایه بچه عبور و مولکول های درشت رو محدود میکنه یعنی نمیذارن از این مویرک های منفذ دار مولکول های درشت رد بشن برای همین کیا میتونن از این مویرک رد بشن عبور کنن بیشتر مولکول های کوچیک یعنی تقریبا همه مولکول های کوچیک میتونن رد شن اونایی که دیگه خیلی بزرگ میشن اونا نه مولکول های درشت رو نمیتونن کیه که نمیذاره مولکول درشت رد بشه این پروتئین های قشای پایه چون قشای پایه اینها زخیمه از هر کدوم کلید واژش هم تو ذهنت باشه مثلا قشای پایه زخیم تو تست که نمیاد بده مثلا مستقیم مورک های منفذ دار مثلا میگه در آن دسته از که دارای قشای پایه زخیم است تو اینجا میفهمی کیو داره میگه منفذ آها در کدام که اندام دیده می اینجا کلیه ها قدرت در اون ریز روده تو این سه هست قدرت در اون ریز هم بهتون گفتم مثل تیروئید مثل فوق و کلیه و سایر قدرت هم که سال آینده فصل چهار باشون آشنا میشیم رودم بهتون گفتم هم بچه همه این ویژگی رو داره مویرگش چون محفظ داره دیگه هم ابتدای مویرگهاش هاش بنداره مویرگی داره نفوز پذیریش بچه کمه مثل اون بسیار کم نیست چون این منافظ زیادی داره میتونه بیشتر ملکولای کوچیک رو رد کنه این نفوز پذیریش نفوز پذیری داره ولی کمه مثل اون بسیار کم نیست اما بریم سراغ مورگ ناپیوسته بریم سراغ ناپیوسته البته بچا بهتون گفتم دیگه شما ناپیوسته رو هم زیر همون منفذ داره بنویسید که بعدا میخوای بخونی راحت باشی یعنی پیوسته منفذ داره نمودار تو یه صفحه کامل یا آچار درجه یک بنویس ما حالا جا نبود اینجا بنویسیم ویژگیارشو با هم بریم فاصله یاختهای سنگفشی تگلای انقدر زیادی که حفره داره دیده میشه برم. تو بحث تشکیل منفذ گفتم آقا چه جوری اصلا منفذ رو مویرک و تشکیل شد بهتون گفتم گفتم آقا, آقا این لبه پهن که این یاخته رو هم قرار میگیره ایجاد منفذ میکنه حالا این یاخته های انقدر از هم فاصله دارن یعنی انقدر دیگه فاصله شون زیاده دیگه حفره شده یعنی دیگه حفره دار دیده میشه انقدر دیگه منفذاش خیلی ماشالله گله شده. دارای شکاف بین یاخته ایه الان اینجا فهمیدی بچه یه ویژگی اشتراک هر سه تاشونه یعنی هم پیوسته هم منفذ هم ناپیوسته شکاف بنیاخته ای رو بافته پوششیشون رو داره این که اشتاره همشونه قشای پایه ناقص این کد ناپیوسته است یعنی چی بچا کد اینا رو بدونید مثلا ببین من توی یه تستی میخوام مثلا میخوام تست بزنم وقتی میگه در مویرگی که فاقد منفذ است میفهمم کیو داره میگه پیوسته چون این خاصه اونه مگر نمیتونیم با این بگه در مویرگی که داره شکاف بنیاخته است خب هر دارن کداشون رو بدونید مثلا کد منفذدار چی بود موری که داره قشای پای زخیم است من فهمیدم که کیو داره میگه داره, داره میگه نکته این و کد این بچا همینه قشای پایه ناقص قشای پای اون دوتا کامل بودن این خود آقای یعنی چی ناقصه این خودش هم سوراخ داره خود قشای پایش هم سوراخ و افره داره ولی اونا نقشای پایشون کامل بود این قشای پایش ناقصه پس قشای پای ناقص کد اینه خب مثلا گفت در مویرگی که دارای قشای پای ناقص است من فهمیدم داره مویرک های ناپیوسته رو میگه در این اندام دارای این مویرک کدوم اندام ها اینو دارن؟ آها مغز و استخان جگر تحال اینا بچه مویرگ هاشون ناپیوسته است جگر که بچه همون کبده دیگه استلام میدون دیگه جگر کبد کبد یکی از جاهایی بود که بهتون گفتم ما قند اضافیمون و گلوکوز اضافی مون تبدیل به گلیکوژن میشه حالا یا در جانوران یا میده در بافت مایچه ایمون ذخیره میشه یا میاد در همین جگر یا کبد حالا جگر اسم دیگه کبد دیگه مثلا تو کبد منی داستان اینه تحالم که روزش براتون میخونم یه اندام لنفی صحبت میکنیم در آتش مغز استخوان که حالا انشالله ممیده خدا بچه جلوتر میرسیم مغز استخوانم بیشتر توضیح بهتون میدم که داره سلوهای بنیادی هست سای که زیاد هم شنیدی که میان سلول های خونی ما رو میسازن دو دسته داره میلویدی لنفویدی همه رو براتون خواهم گفت ولی گفتم یه حالا کلیت آشنایی داشته باشید اینا مویرکاشون ناپیوسته است نکته کمترین کنترل برای ورود و خروج مواد انجام میشه همیشه بچه تو نکات اون کمترین بیشترین یعنی این دوور این بازتون اینا همیشه یاد بگیرید بیشترین کنترل برای کی بود برای کی بود پیوسته کمترین کنترل برای کیه برای ناوی مشخص هم دیگه ناوی وسط دیگه انقدر منفظ دیگه درا انقدر بازه که دیگه راحت مواد میتونن بیان و برن برای همین دیگه موادی که میتونن عبور کنن چون همه ملکول های و دروش خیلی راحت میان مثلا تو مغز استخوان ما سلول های خونی ساخته میشه و سلول خونی هم سر مورک آخه بهتون میگم حالا بحث سال خونی مطرح اونجا میبینید که میتونه یاختام حتی از این مولکا عبور کنه میخوام بهتون بگم اینقدر منفذ بازه و اینقدر دیگه این حفرست دیگه دیگه مولکول های درش پروتئین ها مثلا اینجوری هم بچه‌ها بدونید مثلا بهتون گفت مویرگی که پروتئینی درشتی از آن عبور میکنه قطعا اینو داره میگه آ چرا تحلیلش یک پیوسته نمیتونه پروتئین درش ازش عبور کنه چون اصلا منفذ نداره دو منفذدار اجازه میده مولکول ها رد چند. اما پروتئین مولکول های دروش مثل پروتینی دروش نمیتونه رد کنه از خودش چرا نمیتونه چون قشای پایه زخیمی داشت که تو این قشای پایه زخیم لایه پروتئینی این عبور پروتئین های دروش رو محدود کرده بود یعنی اینجوری تحلیل کنیم راحت میتونیم تستو رو بزنیم اینم در رابطه با مویرک ها میخواستم کلا تو این جلسه قشنگ این دسته ها و این سه دسته کامل یاد بگیرین این مقایسه شون نکات شون بچه دیگه اینا تقریبا همه نکات آنچه را که این سه تا داشته باشی برای کنکورت همین داشته باشی و تست بزنی انشالله مونده خدا تا جلسه آینده که برسم خدمتون همتون رو به خدای بزرگ بسپارم یاد